شنبه 26/11/57 دادگاه فوق العاده انقلابی تشکیل جلسه داد و اولین گروه از جنایتکاران مرکب از نصیری رئیس سابق ساواک و مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان، خسروداد فرمانده هوانیروز را که همه آنها توسط نیروهای مسلح انقلاب اسلامی دستگیر شده بودند محاکمه نمود و آنان را به اتهام شکنجه و کشتار مردم و خیانت به کشور و همچنین به عنوان مفسد فی الارض مجرم شناخته و بر اساس موازین و مقررات اسلامی به مرگ و مصادره اموال محکوم نمود. حکم دادگاه بلافاصله توسط نیروهای مسلح انقلاب اسلامی به مرحله اجرا گذارده شد. دادگاه فوق العاده انقلاب اسلامی